خب همونطور که این قسمت ما رنگ شروع تا پایان استروکمون رو، یعنی در واقع یه دونه تاشمون رو تعیین میکنه، چیزهایی هم که اینجا داریم تنظیمات، یعنی که مربوط به شروع تا پایان هر یه دونه از این تاش ها و استروک ها هستن. به طور مثال این اسپیسینگ اوور استروک فواصل اسپیسینگ ماست، اون چیزی که ما توی استایل به عنوان اسپیسینگ داشتیم. مثلا اگه شما بخواید اول استروک اسپیسینگ زیاد باشه، وسطاش کم باشه و آخرش دوباره زیاد باشه، میتونید از اینجا این کار رو انجام بدید. همونطور که شما میبینید اولش 100ه، من میتونم اینجا یک گره ایجاد بکنم، اینجا می گره ایجاد بکنم و مثلا این وسط رو کمتر یا بیشتر بکنم. اگرم میخواید شما اینجا تیز نباشه و فرم نرمتری داشته باشه، روش میتونید کنترل کلیک یا رایت کلیک بکنید، اینترپولیشن و بزیه که این اتفاق یه مقدار نرمتر بیفته. باز همینجا هم همینطور شما میتونید این رو کمتر بکنید، اینجا رو هم کمتر بکنید. البته منظورم از کمتر چیده شدن اینا کنار همه، اسپیسینگ ما در واقع بیشتر میشه. بزیه و خب حالا استروک لنگت شما هم که جای این گره رو جابجا میکنه و اسپیسینگ اوور استروک اندازش رو. نکته دیگه که اینجا داریم ویت اوور استروک یا هم قطر. اگر شما بخواید قطر استروکتون اول و آخر کار کمتر از وسطش باشه، میتونید گره اینجا ایجاد بکنید و مثلا توی انتهاش بگید که خیلی کم بشه قطرش، توی ابتداش هم همینطور، یا مثلا وسطش خیلی بیشتر بشه قطرش. حتی چون ما اسپیسینگ اینجا داریم یه خورده این بعد دیده میشه، من ریست میکنم اسپیسینگ رو. این آیکون رو شما هر جا میبینید علامت ریست هست، همونطور که ما توی پراپرتیز توی ترانسفورم داشتیم، توی بلندینگ داشتیم و توی چیزهای دیگه. دقیقا همه جای موشن این ساختار به یه شکله و هر جا شما این آیکون رو میدیدید معنیش اینه که میتونه اون چیز رو ریست بکنه. و مثلا اینجا هم باز بیام اینترپولیشن بزیه، اینو یه خورده نرمتر و صاف و صوفترش بکنیم. این هم تنظیمات با تنظیمات اسپیسینگ، یک جای گره رو شما میتونید تعیین بکنید و حالا بقیه چیزها. انیمه هم میتونید بکنیدشون و اگه بخواید بزرگتر یا کوچکترشون بکنید در حین انیمه کردن. عنوان بعدی شما براش سکیل یا بزرگی قلمه. شاید بزرگی قلم رو من اگر اینجا بیام این رو هم باز ریست بکنم و یه چیز دیگه ای انتخاب بکنم، مثلا مورچه ها خوبن، مثلا من این مورچه ها رو انتخاب بکنم، البته خب میان ساخته میشن، خب نه حرف آمد پس بگیرم خوب نیستن. خب چه چیز دیگه ای، یه چیزی میخوام باشه که بافت داشته باشه، یعنی ببخشید مثلا این حروف ژاپنی فکر کنم بهتر باشن. خب من یه خورده اینجا باید ابعاد رو کم بکنم، ولی از ظاهر دینامیک هم داره که من دینامیک نمیخوام. و حالا مثلا بله دیگه انیمه خوشبختانه نداریم، میتونیم راحت این اتفاق رو ببینیم. یه خورده من کوچیک‌تر میکنم اینها رو که راحت‌تر دیده بشه. شما توی استروک بزرگی نوک قلم شما با بزرگی خود قلم شما فرق میکنه. چیزی که ما توی استایل به عنوان ویت تعیین میکنیم بزرگی نوک قلمه، یعنی وقتی من این رو زیاد بکنم، اجازه بدید اسپیسینگ رو یه مقدار بیشتر بکنم راحت‌تر دیده بشه، یه همچین چیزی میبینیم که بزرگی نوک قلمه. اما اون چیزی که توی استروک ما میبینیم به عنوان براش اسکیل بزرگی کل قلمه.
مثلا من میتونم اینجا ایکس یا وای رو زیاد بکنم و شما میبینید نوکش ثابته، کل قلمه که جابجا میشه. همونطور که اگه بخواید اینجا شما میتونید بهش رندوم هم بدید و توی محور ایکس یا توی محور وای رندوم هم داشته باشه.